در پی تشدید بحران در خاور نزدیک، گزارش ها از بالا رفتن اقدامات اسلام هراسانه در فرانسه حکایت دارد. در فرانسه یهودی ستیزی جرم انگاری شده، ولی اهانت و تعرض به اسلام و مسلمانان جرم انگاری نشده است. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه بفرمایید. سایت خبری انگلیسی زبان موروکو ورد نیوز که یک سایت خبری مربوط به مراکشی های مقیم اروپا است، در گزارشی به قلم خبرنگار خود صفا کسروی به افزایش اقدامات اسلام هراسانه در فرانسه پرداخته است. در پی عملیات 7 اکتبر حماس و تشدید بحران در خاور نزدیک، گزارش ها حکایت از تشدید و افزایش اقدامات اسلام هراسانه نسبت به مسلمانان و مساجد ایشان در شهرهای مختلف فرانسه دارد. به گزارش این منبع، گرافیتی های تهدیدآمیز بر روی دیوارهای چند مسجد گزارش شده که مسلمانان را به ترک از فرانسه فرا می‌خواند. این دیوار نویسی ها بعضن با صلیب دوبل که نماد راست افراطی مهاجر ستیز در فرانسه است همراه بوده است. بعضی از این گرافیتی ها بر روی دیوار مساجد در جنوب فرانسه چنین است: یا چمدان های خودتان را ببندید یا شما را در تابوت خواهیم کرد. و در گرافیتی دیگری روی دیوار مسجدی نوشته شده است: فرانسه فقط متعلق به فرانسوی هاست. دولت فرانسه در پی حوادث پس از 7 اکتبر آمار یهودی ستیزی در فرانسه را بیش از 1159 مورد ذکر کرده است، حالان که به آمار اسلام ستیزی و تعرض به تهدید زنان محجبه و مردان با پوشش عربی اسلامی اشاره ای نمی شود. روز یکشنبه گذشته مصادف با 12 نوامبر، راهپیمایی اعتراض به یهودی ستیزی در سرتاسر فرانسه با حمایت رسانه‌های فرانسوی به راه افتاد. اما رسانه‌های غربی و ویژه فرانسوی نسبت به اسلام ستیزی و اسلام هراسی سکوت پیشه کردند. و این در حالی است که بسیاری از اعتراضات به کشتار مردم غیر نظامی غزه توسط ارتش اسرائیل را یهودی ستیزی برداشت می‌کنند. یک روزنامه نگار فرانسوی به شبکه BFM TV گفته است که رسانه‌های فرانسه شعار مذهبی الله اکبر را یک شعار ممنوع مخصوص تروریست‌ها جا زدند، حالان که بیش از 5 میلیون مسلمان فرانسوی روزانه بیش از 5 مرتبه در عبادت خود آن را به زبان می آورند و این یکی از آزارهایی است که ما به روزانه به میلیون ها مسلمان وارد کردیم. در فرانسه برای آنچه یهودی ستیزی تلقی می گردد جرم انگاری شده، اما برای اسلام هراسی و اسلام ستیزی و تعرض به مساجد و زنان و مردان مسلمان کوچکترین تعریف حقوقی و قضایی در نظر گرفته نشده است. انجمنها و اتحادیه های مساجد و مراکز اسلامی فرانسه از فقدان امنیت لازم شکایت کرده و از پلیس فرانسه تقاضا کردند که برای مراسم ایشان به ویژه نماز جمعه ها یک اکیپ پلیس استقرار داشته باشد که پلیس به این تقاضا پاسخ مثبت یا منفی نداده است. لازم به ذکر است که جلوی تمام کنیسه ها در فرانسه به صورت دائمی یک اکیپ پلیس استقرار دارد و در هنگام برپایی مراسم مذهبی شنبه ها در کنیسه ها این اکیپ ها با افزایش پرسنل تقویت می شوند. علی اکبری، اخبار شیعه. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما هستند تا گفتگویی در همین رابطه داشته باشیم. سلام، بسیار خوش اومدید. جناب میردامادی، در فرانسه که شعار آزادی، برابری و برادری ملاک عمل مردم و حاکمیت قرار دارد، چرا برخورد رسانه‌ها و حاکمیت نسبت به ادیان برابر نیست؟ با سلام خدمت جناب علی و مخاطبان و بینندگان اخبار شیعه شبکه امام حسین علیه السلام. بله، همونطور که در گزارش شما هم بود، از آنچه که گفته میشه و آنچه که روی کاغذ میاد و آنچه که نوشته میشه بر در و دیوار تا اون چیزی که در عمل به اجرا در میاد فاصله متاسفانه زیادی هستش و این نابرابری در برابر ادیان در فرانسه یک درد و زخم کهنه و قدیمی است. مساجد ممنوع هستن از داشتن مناره
و ظواهر معماری اسلامی، اما کنیسه ها چنین محدودیتی ندارن، میتونن اون شمدونشون رو هر شکلی که میخوان به هر اندازه‌ای که میخوان در واقع در بیرون از کنیسه به نمایش بگذارن. کلیساها که کاملا آزاد هستن و چون فرانسه خودش رو کشوری کاتولیک میدونسته در قدیم. این نابرابری متاسفانه نمونه های بسیار زیادی وجود داره و عملا به دلیل مونوپول رسانه‌ای که رسانه‌های غربی در اختیار دارند و بمبارانی و اسلام حراسی و اسلام ستیزی که رسانه ها اونها رو توجیه میکنن و تعقیب میکنن، عملا این نابرابری دیده نمیشه و بهش پرداخته نمیشه و پاسخ درستی هم بهش داده نمیشه و انجمن ها و اتحادیه های مسلمان ها و مساجد معمولا محروم هستن از اونجور که باید و شاید از حقوق خودشون و از این ظلم و نابرابری و تبعیض دفاع بکنن متاسفانه. بله آقای میرامادی، ریشه های اسلام حراسی در فرانسه در چیست؟ آیا با مطلق اسلام مشکل دارن یا با اسلام سیاسی و انقلابی؟ در ظاهر اعلام میکنن که با اسلام سیاسی و انقلابی مسئله دارند، نه با مطلق اسلام، ولی در واقع با اسلام عملگرا و اسلام در واقع متعبد مقید به عبادات و مقید به حلال و حرام مسئله دارند. شاید با یه مدلی از اسلام سکولار خیلی لایت ملو ملایمی که حجاب زنها رو نداشته باشه، نماز جماعت و نماز جمعه و ظواهر اسلامی و عبادات رو هم توش نباشه، یک چیزی، یک در واقع یک ظاهری، یک غشای خیلی نازکی از اسلام که وجود داشته باشه در یک گوشه‌ای در یک جمعیت خیلی محدودی مسئله نداشته باشن. ولی اینکه بخواد اسلام نماز جمعه‌ای داشته باشه که در محلات زیادی در شهرهای بزرگ جمعیت کثیری از مسلمان‌ها به ویژه جوان‌ها در نماز جمعه شرکت بکنن و ظواهر اسلامی داشته باشن، خانم‌ها حجاب داشته باشن، آقایون ریش و دشتاشه داشته باشن و بخوان در عباداتشون در روزه و سایر عبادات و حلال حرام رو بخوان مقید باشن، با چنین اسلام در واقع عبادی و مقید به این حلال و حرام ها و در واقع اسلام فقهی مبنوعاً مشکل داره. آیا عملیات هفتم اکتبر حماس و تشدید جنگ حماس و اسرائیل این روند اسلام حراسی را تشدید کرده است؟ ببینید این از قبل بوده، ولی شاید این حوادث اخیر و موج اعتراضات و راهپیمایی هایی که به راه افتاد و ادعایی که حاکمیت داره که یهودی ستیزی در واقع تعدادش در این یه ماه و دو هفتهی که پس از این حوادث اخیر شده افزایش پیدا کرده، شاید مقداری این نفرت در دو سو بیشتر شده باشه. از یه طرف بالاخره رسانه های رسمی روایت خاصی رو جلوه میدن و این روایت خاص با اون چیزی که کاربران به صورت آزاد در فضای مجازی دارن مشاهده میکنن تفاوت بسیار فاحشی داره، و از یک سو در واقع رسانه های رسمی جانب یک سمت این نزاع رو میگیرن، از اون طرف بالاخره مسلمان ها به ویژه جوان ها احساساتشون تحریک میشه و میبینن که کشته ها و کودکان غزه رو میبینن و این که مسلمان ها دارن کشته میشن احساسات اونها رو تحریک میکنه، و از اون طرف تظاهرات های گسترده ای در دو سو وجود داره. این تنازع و این کشمکش و این نفرت در این حوادث اخیر تشدید شده و باز هم اگر به این زودی حل نشه میتونه باز هم تشدید بشه. در همون هفته اول هم یه حرکت متاسفانه تروریستی علیه یک معلمی اتفاق افتاد که اون رو هم باز به کل جامعه مسلمان ها نسبت دادن، و متاسفانه بله میشه گفتش که بعد از این حوادث این اسلام حراسی و محدود کردن مسلمان ها و اینکه کل جامعه مسلمان ها رو به تروریسم و ارهاب نسبت بدن در غرب به طور کلی و در فرانسه تشدید پیدا کرده.